انقلاب ایران مثل همه انقلاب‌ها و دگرگونی‌های بزرگ و تاریخی در شرایطی رخ داد که مردم حکومتگرها رو نمی‌خواستند و حکومت کننده‌ها دیگه نمی‌تونستند به حکومتشون مثل سابق ادامه بدند. رژیم شاه که از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق فاقد مشروعیت و مورد نفرت مردم ایران بود، بعد از ربع قرن و بعد از همه مانورها و رفرم‌های ممکن دیگه ظرفیتش به انتها رسیده بود و قادر به حکومت کردن نبود. مردم به سطوح آمده دیگه حاضر به تحمل رژیم شاه نبودند و با الهام و اثرپذیری از پیام‌های انقلابی و سازش‌ناپذیر جنبش مسلحانه و پیشتازهای فداکارش به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم شاه راضی نمی‌شدند. 23 سال قبل موقع انقلاب ضد سلطنتی و سرنگونی رژیم شاه در بهمن 1357 بیش از 60% جمعیت امروز ما در ایران به دنیا نیامده بودند. در اون روزگار کلمه انقلاب با آزادی عجین بود و مثل امروز این کلمه به لوس وجود خمینی و خامنه‌ای و خاتمی و رفسنجانی آلوده نشده بود. کلمه انقلاب در همون ماه‌های آخر توی دهن اینها افتاد و قبلش به شدت از این کلمه ترسان بودند و گریزان بودند. اما وقتی که پرچمداران و پیشتازان انقلاب قیام کردند، به قول پدر طالقانی راه جهاد گشودند و از خون اونها سیلاب‌ها و طوفان‌ها برخاست، اون وقت آخوندها با تعنی و تأخیر بسیار اومدند به صحنه و به میوه چینی پرداختند. وقتی که حنیف و محسن و بدیزادگان و جزنی و احمدزاده و پویان که خونشون رو شاه به زمین ریخت و پاک نژاد و خیابانی و اشرف که خونشون رو خمینی به زمین ریخت، در شکنجهگاه‌های دیکتاتوری سلطنتی و در بیدادگاه‌های نظامی می‌خروشیدند و پرچم آزادی رو به اهتزاز در می‌آوردند، کجا بودند این آخوندها؟ یا گوشه عافیت گزیده بودند و یا برای کسب وجهه و درآمد افتخار می‌کردند به هواداری از مجاهدین و خوندن کتاب‌های آموزشی مجاهدین. بعد هم از سال 54 به بعد، زمانی که اپورتونیست‌های چپنما در یک مقطع سازمان مجاهدین رو متلاشی کردند، امثال همین رفسنجانی و همگنانش با فتواهای ننگین اصلاً انقلاب و مبارزه انقلابی و مسلحانه رو حروم اعلام کردند به نفع رژیم شاه و سواکش. از نظر اینها انقلاب و مبارزه انقلابی و مسلحانه حروم بود. امثال کروبی و عسکرولادی هم آشکارا در تلویزیون شاه 3 بار شاهنشاه رو سپاس گفتند. یعنی همین که اینها از زیر چتر مجاهدین بیرون رفتند، در اون سالها از تمامی هیئت و شاکله آخوندی، آخوندهای سیاسی کار اون زمان رو میگم، چیزی باقی نموند جز ارتجاع خلص و جریان راست ارتجاعی. اون موقع خاتمی طلبه ولگردی بود در خدمت بهشتی که خودش در ظل عنایت دولت شاهنشاهی و استاد اعظم لژ بزرگ فراماسونری ایران مستمری می گرفت.
خب شاه رهبران و راهگشایان انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو کشته و یا به بند کشیده بود. از طرف دیگه خیانتکاران چپنما هم سازمان و تشکیلات مجاهدین رو که تنها جریانی بود که میتونست به لحاظ ایدئولوژیک و تاریخی این آخوندهای ارتجایی رو مهار بکنه متلاشی کرده بودند. و چنین بود که راه برای شیخ هموار شد تا به سرقت رهبری انقلاب و غصب حق حاکمیت مردم ایران بپردازه. و این بزرگترین غصب و سرقت قرن بود. اینطور بود که شیخ در شقاوت و جنایت به اضعاف روی دست شاه بلند شد، اونقدر که منتظری جانشین وقت خمینی در بحبوحه قتل عام مجاهدین به خمینی نوشت: جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و سواک شاه را سفید کرده است و من این جمله را با اطلاع دقیق میگویم. بعد از اون آتش بس تحمیلی در جنگ ضد میهنی، خمینی برای حفظ نظام به خط و امضای خودش همه مجاهدین زندانی رو محکوم به اعدام کرد و با الگو برداشتن از اجداد مسلکیش ابن ملجم، ابن زیاد و آخوند شمربل زلجوشن نوشت: رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء و علل کفار باشند. بعد هم در جواب به سؤال رئیس قضاییه خودش در مورد تعیین تکلیف زندانی هایی که اصلا هنوز محاکمه نشده بودند، به دادگاه نرفته بودند، و زندانی هایی که حبسشون یا مقداری از حبسشون رو کشیده بودند و محکوم شده بودند، خمینی اضافه کرد: در تمام موارد فوق، یعنی اونایی که حتی محاکمه نشدند، اونهایی که محاکمه شدند حکم گرفتند و زندانشون رو به اتمامه یا حتی تموم شده، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، مجاهد مقاومی اگر باشه، حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. سریعاً. روح الله الموسوی خمینی. به خاطر همین جنایت ها، به خاطر 120,000 اعدام و 500,000 زندانی سیاسی شکنجه شده، به خاطر مجازات های ضد انسانی، به خاطر سرکوب زنها، سرکوب اقلیت‌های دینی، سرکوب ملیت‌ها و به خاطر صدور تروریسم و ارتجاعی که این رژیم تا به حال 49 بار توسط جامعه بین المللی در مجمع عمومی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر محکوم شده. مطلعین و دستندرکارهای سیاسی خوب میدونند که به دست آوردن هر کدوم از این محکومیت‌ها در وضعیت کنونی دنیا در این سالها واقعاً چه زحمتی داره و نیاز به چه کوهی از اسناد و مدارک داره و در مثل بالاتر از کوه کندنه، کوهی از درد و دریایی از رنج و خون مردم ایران و فرزندان رشیدش.
گفتم که جانشین خمینی بهش نوشت که این رژیم در جنایت و شقاوت از شاه بسا فراتر رفته. حالا بشنوید از بازرگان، اولین نخست وزیر خمینی. 4-5 روز پیش به مناسبت همین دهه زهجر یک سر آخوندی اومده بود به تلویزیون رژیم و نقل میکرد که در همون اوائل ورود خمینی به تهران، وقتی که هنوز در اون مدرسه علوی ساکن بوده، نامی از بازرگان براش میارند که در مورد اسم حکومت جدید پیشنهاد کرده بوده که اسم رو بگذاریم حکومت دموکراسی جمهوری اسلامی ایران باشه. و آن آخوندی که در اونجا شاهد بوده میگوید که من کاملا یادم هست امام این نامه را تا کردند، اون کلمه دموکراسی را با ناخون، همون کلمه را با ناخون کندند، پاره کردند، انداختند دور. بعد نامه را باز کردند، دادند دست آن کسی که آورده بود. فرمودند حکومت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم. پس نامه رو تا کرده، با ناخونش کلمه دموکراسی رو هم پاره کرده و برگردانده. از این همه خصومت و کینتوزی خمینی با دموکراسی، حتی در حد نخست وزیر خودش، دولتی که خودش آورد و اسمشو گذاشت حکومت خدایی و دولت امام زمان، از این تعجب نکنید. آخه خمینی خودش نوشته بود صراحتن که ولی فقیه یعنی جعل قیم برای صغار، مثل جعل قیم برای صغیرها. و خودش تصریح کرده بود که قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد، یعنی در فرهنگ و ایدئولوژی و در بینش ارتجاعی خمینی، ملت عبارتند از افراد صغیری که ولی فقیه باید برای اونها تصمیم بگیره. و این همون سنگ بنای حاکمیت آخوندی است. وقتی که میگیم حاکمیت آخوند یعنی همین، یعنی تلقی صغار، افراد صغیر از تمامی مردم. حالا میخوان 75 میلیون نفر هم باشند دیگه مشکلی نیست. این سنگ بنای قانون اساسی آخوندی است، همون قانون اساسی که خاتمی گفت هر گونه صحبتی از تغییرش خیانته. امسال هم خاتمی در شروع دور دوم ریاستش تصریح کرد که شرعیت و الهی بودن حکومت دینی ناشی از رأی مردم نیست و این جنبه حکومت دینی وحیانی است. اصطلاح جدیدی است، حکومت دینی و وحیانی. و آرای ملت نقشی در مشروعیت الهی آن ندارد. 24 تیر همین امسال. خب حالا کدوم رو ما باور بکنیم؟ ادا و اطوار خامنه ای و خاتمی درباره حاکمیت مردم و مردم سالاری رو باور بکنیم، یا دموکراسی وحیانی در حکومت دینی مطلوب خاتمی رو؟ وانگهی کدوم دین؟ جدن کدوم دین آیین؟ محمدی یا سفیانی؟ دین علی یا دین معاویه؟ آیین حسینی یا شرع یزیدی؟ راستی این کدوم دین و آیینیه که اینطور بی دریغ خون میریزه؟ حق حاکمیت یک ملت رو ازش میدزده و غصب میکنه.
هر سو نسل یک ملت رو هلاک میکنه و تباه میکنه و ابعاد فساد و چپاول و قارتش نجومیست. این کدوم دینه؟ ولی فقیه و امامهای این دین رو که خمینی و خامنه‌ای باشند شناختیم، رؤسای جمهوری و مردم سالاری اونها رو که رفسنجانی و خاتمی باشند اونها رو هم دیدیم. این کتاب خون نوشته قانون اونها رو هم خوندیم، قانون جزا، مجازات اسلامی. که در ماده 190ش حد محاربه رو اینطور نوشته: یک، قتل. دو، آویختن به دار. یعنی هر کی رو که آخوندها گفتند تو محارب هستی یا مفسد فی الارض هستی، یک، قتل. دو، دار. سه، اول قطع دست راست سپس پای چپ. چهار، نفی بلد. و این هم ماده 195ش. مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می شود: به صلیب کشیدنش. الف، نحوه بستن موجب مرگ نگردد. ب، بیش از 3 روز بر صلیب نماند. رحم و رأفت رو میبینید. جیم، اگر بعد از 3 روز زنده بماند نباید او را کشت. و این هم ماده 196. بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه است که در حد سرقت عمل می شود. ببینیم حد سرقت چیست. ماده 201. الف، در مرتبه اول قطع 4 انگشت از دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب، در مرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. جیم، در مرتبه سوم، یعنی بعد از اینکه 4 انگشت دست راست طرف قطع شد و بعد از اینکه قطع پای چپ به ترتیبی که گفت صورت گرفت، حالا حبس ابد. هنوز تموم نشده. دال، در مرتبه 4 اعدام ولو سرقت در زندان باشد. و این هم ماده 300 ام الکتاب آخوندها در مبحث دیه که درش تصریح شده: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. البته ما به ازای این وضعیت نیمه باها در مورد زنان توی این ماده 300 امتیاز شایان توجهی هم در ماده 102 به هنگام سنگسار به زن داده شده. گوش کنید. ماده 102: مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند، آنگاه رجم می نمایند. و شگفتا از ماده 258 که می گوید
هرگاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد. یعنی مرد اگر دو زن رو بکشه قصاص مشابه داره، و الا وقتی که فقط یک زن رو بکشه اول باید ما به ازای پول خون زنی رو که نکشته، مقتول، خانواده مقتول، به خانواده قاتل یا به خود قاتل بدهند، بعد قصاص انجام بشه. بسیار خوب. حالا که امام و رؤسای مردم سالاری و ام الکتاب رژیم آخوندی رو شناختیم، فقط یک سوال باقی است که خب پیغمبر و خدای اینها کیست؟ اون دینی که به گفته حاجی خاتمی سرمایه ارزندش همین دشخیم های شکنجگر وزارت اطلاعات باشند، اون دینی که به گفته خاتمی نیروی آرمانیش سپاه پاسداران باشه، اون دینی که به گفته خاتمی خدمتگزارش به مردم لاجوردی باشه، راستی اون دین خدا و پیغمبرش کیه؟ قرآن چه خوب جواب داده که افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. آیا دیدی اون کسی رو که هوا و هوس خودش رو خدای خود قرار داد و گمراه شد؟ این چنین خدا بسته گوش و دلش رو و بر چشمهاش پرده نابینایی افکنده. یاد عارف آزاده عین القضات همدانی به خیر، که اون رو هم فقیهان مرتجع در قرن ششم هجری در همدان به دار کشیدند. او هم با الهام از قرآن می گفت هرچه دلبند توست خداوند توست و هرچه هوای توست خدای توست. خب این از خدای اینها. در مورد پیامبر اینها هم بگذارید که تاریخ ایران و تاریخ اسلام قضاوت کنند که آیا پیامبر اینها محمد حبیب همون رحمتن للعالمین است یا که ابو جهل و ابو لهب؟ تبت یدا ابی لهب، مرگ و لعنت و نفرین بر آخوندهای ضد بشر. میگن که حتما شنیدید طنز تلخ رایجی است. میگن که پسری بعد از سالها از خارج از ایران برگشت به ایران، دید پدرش خونه نیست، پرسید بابام کجاست؟ گفتند که رفته مسجد الان میاد. پدر که برگشت پسر بهش گفت که بابا تو که اهل مسجد رفتن نبودی، چی شده مسجد رفتی؟ پدر گفت رفته بودم برای کوپن ارزاق و گرفتن جنس و منس. پسر پرسید مگه مسجد محل توزیع کالا شده؟ در این صورت نمازگزارها چه میکنند؟ پدر گفت جمعه ها میرن دانشگاه. پسر پرسید که پس دانشجوها چه شدند؟ پدر جواب داد که بردنشون زندان. پسر گفت که آخه زندان که محل قاتل و دزد و اینها بود، اونها چه شدند؟ پدر گفت دارند حکومت میکنند. طنز تلخ اما
گویای دیگری رو هم بدون شرح ترجیح میدم که عیناً از روی نشریه جام جم رژیم آخوندی مال چند روز پیش، مال 18 بهمن براتون بخونم. بدون شرح به اندازه کافی گویاست. زیلن توضیح می‌دهیم که چرا حمله بوش به ایران بیفایده است. آمریکایی‌ها هیچ وقت موفق به شناسایی نقاط استراتژیک ما نمی‌شوند، چون نقاط استراتژیک ما معمولاً یک جای دیگر است. مثلا نیروهای نظامی ما مشغول کار فرهنگی هستند. نیروهای فرهنگی عملیات سیاسی می‌کنند. نیروهای اطلاعاتی کار خبری می‌کنند. جعل خبر. دیپلمات‌ها به کار هنری مشغولند. هنرمندان مبارزه سیاسی می‌کنند. دانشگاهیان خبرنگاری می‌کنند. تروریست‌ها فیلم بازی می‌کنند. ناشرین هم خرید و فروش کشتی می‌کنند. نیروهای مطبوعاتی کار اطلاعاتی می‌کنند. چون پاسدار اطلاعاتی‌های قبلی رفتن سردبیر شدند. تاجرها مشغول امور خیریه هستند و همینطور بگیر و برو تا پایین. آمریکا به این امید به ایران حمله می‌کند که در صورت حمله کارها متوقف شود، در حالی که در ایران سالهاست کارها متوقف است و کسی هم احساس ناراحتی نمی‌کند. در ایران برای اداره حکومت 4 گروه مطرح هستند. یک گروه محافظه‌کاران که با آمریکا دشمنند. یک گروه اصلاح طلبان که با آمریکا مخالفند. یک گروه نیروهای برانداز که به این دلیل با حکومت ایران دشمنند که فکر می‌کنند این حکومت آمریکایی است. و یک گروه هم ایرانیان طرفدار آمریکا که اکثرا در آمریکا زندگی می‌کنند و حتی برای حکومت کردن هم حاضر نیستند به ایران بیایند. بنابراین خاطرتان جمع باشد، حکومت ما جایگزین ندارد. حمله آمریکا به سازمان‌های اداری و وزارتخانه‌های ایران به ما زیان چندانی نمی‌رساند، چون در این سازمان‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتد. حمله آمریکا به تأسیسات صنعتی ایران هم در بسیاری موارد به نفع ماست، چون دولت مانده است چطور آنهایی را که تعطیل نشده خودش تعطیل کند. از لودگی و زبون خاص باندها و نشریات آخوندی که بگذریم، به جد باید اضافه کرد که آخوندها در ویران کردن ایران روی دست هر حمله خارجی بلند شدند. البته به رغم این همه ویرانی و جنگ و جنون و جنایت، آخوندهای حاکم توی 23 سالی که گذشت یک کار و فقط یک کار رو نتونستند انجام بدند. نتونستند مقاومت انقلاب رو نیست و نابود کنند. این یکی رو نتونستند. ارتجاع کمر بسته بود به فروکشتن، به خاموش و خاکستر کردن انقلاب. اما به یمن مقاومت سازمان یافته، به یمن مجاهدت بیکران فرزندان رشید ملت ایران، به یمن پاکبازی رزماوران ارتش آزادی ستان چنین نشد. بله، اخگر سوزان و فروزان مقاومت آزادی 23 سال در مهیب‌ترین رویارویی تاریخ ایران بین ارتجاع و انقلاب پیوسته شعله ور باقی موند. کشاکش خونین، سهمگین و پرتوفان که همون مسئله بود و نبود، بود و نبود ملت ایران و مسئله نبرد سرنوشت و حاکمیت ملت ایران هست، همچنان ادامه دارد. ناظرهای خارجی هم جرقه‌هایی رو که از این حریق برمیخیزه
پیش درآمد یک انقلاب جدید توصیف میکنند. منظور وضعیت انفجاری است که از چشم هیچ کس حالا دیگه در دنیا پنهان نیست. ایادی رژیم آخوندی خودشون هم اذعان دارند که از قول یک نماینده مجلس میخونم: شکاف عمیق و گریز ناپذیر توانایی های حکومت جهت پاسخگویی به انتظارات و توقعات طبیعی و به حق مردم، جامعه را به سمت انفجار اجتماعی و سیاسی سوق داده است. حرف نماینده مجلس همین رژیم. کارشناس‌های رژیم آخوندی اصطلاح خط فقر رو حالا دیگه برای توصیف وضعیت وخیم معیشتی مردم نارسا میدونند و خودشون تعبیر خط بقا رو ابداع کردند. قبلا میگفتند زیر خط فقر، حالا زیر خط بقا. مردم محروم و به سطوح آمدهی که روی دریای نفت از سر ناچاری کلیه‌های خودشون رو می فروشند و روزنامه های حکومتی در این باره می نویسند که از زمانی که دولت پرداخت 1,000,000 تومان به عنوان هدیه ایثار را تصویب کرده، بازار خرید و فروش کلیه و دلالی پیرامون آن داغ شده است. منظور از هدیه ایثار البته همون یارانه و سوبسید حکومتی است برای تشویق فروش اجزای بدن انسان از سر ناچاری. بعضی معلم ها میگن که پرداخت حقوقشون خیلی وقتا به تعویق میفته، همطور که پرداخت نکردن دستمزد ناچیز کارگرها هم توی این رژیم تبدیل شده به یک سنت دامنه‌دار. این از وضعیت انفجاری جامعه که از چشم هیچ کس در جهان پنهان نیست و ایادی رژیم هم اذعان و اعتراف به اون دارند. حالا ببینیم نتیجه آزادی کشی و سرقت و انقلاب مردم ایران و غصب حق حاکمیت این مردم به کجا رسیده. به یک وضعیت سیاه و واقعا دهشتناک اقتصادی و اجتماعی با انواع بلاها، ابعاد قتل و جنایت و اعتیاد و فحشا و انواع مفاسد. واقعا در کشور ستم زده ما سرسام آور شده. ولابد آخوندها میتونند افتخار بکنند که در این زمینه ها هم مثل سرکوب و اعدام در جهان رکورددار و سرآمد اقران هستند. اعتیاد به مواد مخدر مرزهای قابل تصور رو پشت سر گذاشته و تبدیل شده به یک فاجعه ملی. قطعا این نتیجه توطئه بقایت هولناک آخوندهای ضد بشره برای نابود کردن، برای زمینگیر کردن نسل جوان. روزنامه های رژیم رو که ببینید، البته بدون این که اشاره بکنند به سرچشمه های سیاسی موضوع، مملو و از واقعیات زشت و هولناک و به تمام معنی سیاه خبر میدند از دختر بچه 11 ساله‌ای که 4 ساله معتاده. دختر بچه 11 ساله که 4 ساله معتاده و حالا به جرم اعتیاد توی زندان اطفال هم هست. شگفتا که دختر توسط پدرش معتاد شده. دو تا برادر معتاد هم داره، یکی 13 ساله و دیگری 7 ساله.
اونی که 13 ساله 7 سال سابقه اعتیاد داره. سرعت گسترش اعتیاد به مواد مخدر در بین زنها و دخترها که چند برابر مرد هاست فی الواقع تکون دهنده است و نشون میده که مبتلا کردن به مواد مخدر یک طرح و برنامه حساب شده آخوندها و وزارت اطلاعات اونهاست، برای اینکه خاموش بکنن آتش مقاومت زنها رو در میهن ما. در چنین جهنمی از فساد و تباهی، اعتیاد و قتل و جنایت، هر روز تعداد خودکشی بیشتر میشه. گزارش های جگرخراش از چندین و چند فقره خودکشی با برق، خودسوزی با بنزین، اتصال برق سفاز به تمام افراد یک خانواده 5 نفری توسط پدر خانواده رو من شخصا از شاهدهای عینی شنیدم. خودکشی، خودسوزی و سایر بلاهای اجتماعی پا به پای بیکاری پیش میره. همه گزارش ها حاکی از اینه که اعتیاد، خودکشی، فحشا پا به پا و به موازات بیکاری افزایش پیدا میکنه. خب این وضعیت اقتصادی و اجتماعی اون روی سکش یک فساد فراگیر هست در همه باندهای هیئت حاکمه آخوندی که معلول بلافصل قصب حق حاکمیت مردم ایرانه. تعجبی نیست که اون روی سکه فقر، فحشا، جنایت و بلیات اجتماعی این فساد فراگیر خود هیئت حاکمه باشه همه باندهاش. اعترافات رئیس قوه مقننه رژیم آخوندی به یک چنین ابعادی از فساد، از جنایت و بحث جلسه سران سه قوه درباره اینکه چه چیزهایی در دادگاه مطرح بشه، چی مطرح نشه و اعتراف صریح به اینکه سعید امامی رو خودشون کشتند گواه آشکار صحت و حقانیت مواضع مقاومت ایرانه. بیگمان روزی خواهد رسید که امثال کروبی ناگزیر درباره 120 هزار اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی و قتل‌های زنجیری و نقش خامنه‌ای و خاتمی و رفسنجانی هم زبون باز بکنند. اما برای مقابله با تعرض‌های قوه قضاییه افراد باند خاتمی در مجلس ارتجاع هم بیکار ننشستند و 70 تاشون بحث تحقیق و تفحص در مورد ملیت و تابعیت آخوند شاهرودی رئیس قوه قضاییه رو پیش کشیدند و اینکه آقا ببینیم ایشون عراقی است یا ایرانی است. این سردشخیم قضاییه هم دست و پاشو گم کرد و با جعل و دروغ و سندسازی و ارائه شناسنامه و قسم آیه مدعی شد که نخیر ایرانی است. در هر حال در اثر بلوغ شقه و شعله ور شدن جنگ گرگ‌ها قدم به قدم از این رژیم، از داخل این رژیم فضیحت‌های بیشتری سرریز میشه و باندهای متخاصم بیشتر هم رو و تمامیت رژیم رو برملا میکنند که بیش از پیش مبین جرم و جنایت، عدم مشروعیت و همینطور ضرورت سرنگونی کل رژیم آخوندی است. خاتمی در چارچوب این پروژه ارتجاعی و استعماری اومده بود تا به قول خودش از جامعه تعارض زدایی بکنه، اومده بود که
سوپاپ اطمینان خطر انفجار اجتماعی باشه. می گفت هدفش تنوع و تکثر در درون نظام در برابر بیرون نظامه. می گفت که ما آمدیم برای جامعه مدنی و توسعه و پیشرفت و الی آخر. خب این هم نتیجه تعارض زدایی و سایر وعده های سرخرمن. بشنویم از معاون ها و مشاورهای خودش که میگویند شکاف ها در سطوح پایین جامعه به قوت خود باقی است و اتفاقا هر روز پیچیده تر و تنیده تر شده، اشکال جدیدی پیدا می کنند و اگر به تحولات توجه نشود به سمت سقوط پیش خواهیم رفت. این حرف سردشخیم علی ربیعی از معاونین خاتمی و کارگزاران قبلی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی است. می گفت اومدیم تعارض زدایی، حالا خودشون می گویند که تعارضها و شکافها افزوده شده بیش از پیش و ما به سمت سقوط پیش می رویم. در مورد وحدت و همبستگی در درون رژیم هم همه ناظرها و تحلیلگرهای داخلی و خارجی حالا دیگه از افزایش جنگ جناح‌ها صحبت می‌کنند و آغاز پایان خاتمی و اینکه جو سیاسی ایران طوفانی است و طی 2 سال گذشته همه چیز بدتر شده. همونهایی که 4 سال پیش قسم می‌خوردند روی میان روی و میان رو شدن رژیم، 12 سال پیش هم عیناً راجع به میان روی رفسنجانی توهم پراکنی می کردند، حالا خودشون می گویند که دموکراسی در ایران توهمی بیش نیست. جامعه جوان بیش از پیش از زندگی تحت حکومت نظامی سرکوبگر به تنگ آمده و خاتمی این عضو همیشگی حرمسرای رژیم آخوندی میخواهد مانع گسترش شکافی شود که مردم را از دولت جدا میسازد. این دیگه حرف ما نیست. حرف همونهایی است که خاتمی رو چهچه و بهبه و حلوا حلوا میکرد. خاتمی می گفت که من اومدم این مجاهدین رو اول از همه تعیین تکلیف کنم. این جملهش هست از صحبت‌های داخلی رژیم که 4 سال پیش در آبان سال 76 ما گفتیم و نوشتیم. گفته بود من آمدم اول باید مجاهدین را تعیین تکلیف کنیم، حالا چه سیاسی و چه نظامی. دور اول ریاست جمهوریش با بمباران قرارگاه های ارتش آزادی بخش در مهر 76 آغاز شد. تی خط هم آخر دور اول هم موشکباران بی سابقه 29 فروردین سال 80 رو داشتیم با پرتاب 77 موشک کشتار جمعی به قرارگاه های مختلف. همون موقع در آبان 76 ما هم گفتیم که بسیار خوب، شب دراز است و قلندر بیدار، ببینیم دست آخر چه کسی دیگری رو تعیین تکلیف میکنه. اما بنبست خاتمی در عین چنگ انداختن باند او بر قوه مجریه و قوه مقننه و برنده شدنش در زورآزمایی انتخاباتی دور اول و دور دوم
یه معنایی داره خیلی فراتر از شکست این شعبده ها و نمایش های میان روانه، چون مکانیزم و دینامیزم ذاتی رفرم ناپذیری رژیم ولایت فقیه رو بیان میکنه. یعنی که اون دموکراسی وهمی و وحیانی حاجی خاتمی پوشالی بیش نبوده از ابتدا. آخه افعی که هیچگاه کبوتر نمیزاید. مقاومت ایران در قطعنامه فروردین سال 1378 خودش خاطر نشان کرده بود که شورای ملی مقاومت ایران معیار تشخیص استحال طلبان قلابی از اصلاح طلبان واقعی را تحمیل کردن انتخابات آزاد بر اساس اصل حاکمیت مردم به رژیم می داند. پس خاتمی یا هر کس دیگری که مدعی اصلاح طلبی است باید در سرلوحه برنامه خود بر نفی ولایت فقیه و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد تکیه کند. بنابر همه تجارب جهانی، رفرم و اصلاح واقعی در هماهنگی با اپوزیسیون انقلابی و با تکیه به این نیرو صورت می‌گیرد. رفرمیست واقعی در مبارزه علیه استبداد مذهبی با شورای ملی مقاومت ایران همسوست، وگرنه ادعای اصلاح طلبی، گشایش یا طلب جامعه مدنی حرفی پوچ و ادعایی میان تهی خواهد بود. آخوند خاتمی اگر رفرمیست واقعی می بود می توانست از حرکات سیاسی و نظامی جنبش مقاومت و حرکات رادیکال مردمی بهترین استفاده را برای کنار زدن ولایت فقیه و پیش بردن اصلاحات ببرد. اگر که می بود، ولی هرگز نبود. هموطنان، شیشه عمر این رژیم دیوسیرت در هر حال خواهد شکست. 23 سال بعد از انقلاب ضد سلطنتی، با توجه به موقعیت انقلابی جامعه، همه چیز حاکی از ضرورت تحول و گذار به یک روزگار نوین هست. سمت و سوی اجتناب ناپذیر تحولات بین المللی و منطقه‌ای هم همینه. جایگزین آینده در ایرانی که در شرف تحول و انقلابه، نه به خواست این و اون، بلکه بر اساس اراده و مقاومت مردم ایران و بر اساس واقعیات محتوم تاریخی و اجتماعی خود ما رقم میخوره. این جانشین از درون نیروهای اصیل انقلاب ضد سلطنتی و مبارزان آزادی در برابر دیکتاتوری و البته از بیرون نظام آخوندی برمیخیزه. این جانشین مشروعیتش رو از مقاومت و از فدا برای رهایی میهن از ستم آخوندی میگیره. این جانشین حتما بایستی مستقل و دموکراتیک باشه و مبارزه سازش ناپذیر نیروهای تشکیل دهندش با دو دیکتاتوری در تاریخ معاصر ایران اون رو تضمین کرده. این جانشین از پایه گسترده اجتماعی و سازمانیافتگی سیاسی و اقتدار و اعتبار داخلی و بین المللی برای تحقق مبرمترین خواست مردم ایران، یعنی سرنگونی استبداد مذهبی و برپا کردن حاکمیت مردم برخورداره. این جانشین پیشتاز و پرچمدار حل اساسی ترین مسائل جامعه ما، مخصوصا مسئله زنان، مسئله صلح و مسئله تنوعات ملی و مذهبی ایرانه. و این جانشین در برابر دجالیت و ارتجاع و فاشیسم مذهبی تحت نام اسلام مبشر آیین رحمت و راهی است. هموطنان، اگه مقاومتی در ایران نبود، اگه مردم ایران به اسارت آخوندها تن داده بودند، اگه 120 هزار شهید نثار نکرده بودند،
اگر ارتش آزادی بخش نداشتند، اگر یک جایگزین میهنی مستقل و دموکراتیک در کار نبود، اوضاع رنگ دیگری بود و همه چیز در جا میزد. شاه و شیخ هر آنچه در چنته سرکوب داشتند به کار بستند و به کار گرفتند تا وضع موجود و نظام موجودشون رو حفظ کنند، ولی سنت تاریخ در جا زدن نیست. برگشت به عقب یا دور باطل نیست. هر فراز و نشیب و طوفانی هم که مقدر باشه، سمت و سوی تحول قطعاً رو به پیشه، به شرط اینکه از تجربه سرقت انقلاب توسط ارتجاع درس بگیریم، به شرط اینکه با استقلال و اتکاب خود بلند شیم، بپا خیزیم و با مقاومت روزافزون در همه زمینه‌ها تعیین سرنوشت میهن و اجتماع خودمون رو خودمون بر عهده بگیریم، به شرط اینکه برای فدا و پرداخت قیمت آماده باشیم و به شرط اینکه امید و ایمان به پیروزی و روحی رزمنده و خروشان رزماوران ارتش آزادی رو در همه جا همه گیر کنیم. صبح آزادی ایران نزدیک.